ترمینال بین‌المللی عظیمت به هزینه 7 میلیون 200 هزار افغانی ساخته شده. 7 میلیون افغانی. سلام دوستان گرامی، خوش آمدید. سلام برمکس، خوش اومدید. اومدی بریم به سراغ یه ویدیوی دیگه و یک دستاورد دیگه برای افغانستان، این بار در میدان هوای کابل. نمیدونم چیه ولی زده میدان هوای بین المللی کابل مجهز به زینه های برقی شد. نمیدونم زینه چیه، تو میدونی چیه؟ زینه رو من نشیدم. بریم ببینیم که چیه. شاید ماشین های برقیه، نمیدونم زینه های برقی. من تو نشیدم. دایره واژگان تو ایران نداریم زینه. بچا بریم با هم دیگه ببینیم. حالا شاید تو ویدیو ببینیم دیگه مثلا منظورشون چیه. آره بریم ببینیم که چه جوری است. اف جورنال لینکش داخل دیسکریپشن هست از کانال اف جورنال. بریم با هم دیگه ببینیم که زینه های برقی چیه. گو دیگه. آره دیگه. لتس گزارش با شما بسیار یک خبر خوب و عالی از بازسازی میدان هوایی بین‌المللی شهر کابل دارم. نکنه این عکس چیزش ها تقریبا $100,000 مصاری پراغلی دی پا. دیدی الان داشتن عکس میگرفتن از این خانومه، نگاه کن. آن خب برای تشخیص چهره ببینیم آره اینجا ازت، آره اینجا قشنگ عکس میگیره ازت، خوشگل اینجوری. یه همه 300 متر بالا دیگه. شهر کابل دارم. پرونیکی جنا که تقریبا $100,000 مصاری پراغلی دی پولو پولو همیشه هست. میدان هوایی بین‌المللی کابل مجهز به پله برقی. آها پله برقی. زین یعنی نداشت. نه دیگه خب داره بازسازی بابا بین‌المللیه مثلا. باشه خب تازه اون موقع زدن ترکوندن دیگه. چیز اصلا ترکوندن؟ دست آمریکا بوده دیگه. ساخته میدونم افتتاح مجهز. اینجا کلمه مجهز جای استفاده میشه که تا حالا نبوده. میدونم میگم اینجا دست آمریکا بوده اون موقع، حالا هیچ کاری نذاشتن انجام بده. ببین زده میدان هوایی بین المللی، یعنی پروازه خارجی افغانستان میاد کابل، پس یعنی مهمتر از همه هوایی دیگه است. دیگه گوری اول د کابل وجت یوراستر بولی الحمدلله مختر بیا بود او فشکاله روان بی. تا پایان این گزارش ما را همراهی نمایید. ولی خدایی دارن رخ میدن و آره دیدی ببین شدیست پیش پا افتاده است. واقعا پله برقی چیزی نیست. الان یه فروشگاه ساده که مثلا توی محله کوچیک تو ایران هم باشه داره پله برقی و خب یا ولی هزینه هاشو نگهداریش سخته. آره سخته ولی اکثرا دیدی خاموش میکنن روغنکاری و برقی که مصرف میکنه و اینا. ولی میخوام اینو بگم که همه که سریع هم به فکرش میافتن دارن. مثلا شما توی کشوری بری شاید بگن آقا بریم سریع بریم روی موبایل کار بکنیم، ولی میگه نه همزمان که موبایل کار میکنیم بریم مثلا روی این هدفون هم کار کنیم. دو تا چیزو انجام میدن، جفتش هم زخمی میکنه دیگه. دو پروژه را در میدان هوایی بین‌المللی شهر کابل افتتاح کردن. یکی از این پروژه ها افتتاح راه پله هالیلو که در میدان هوایی شهر کابل ساخته شده است. با گفته مسئولین میدان هوایی بین‌المللی شهر کابل، این زینه های برقی در ترمینال بین‌المللی عظیمت به هزینه 7 میلیون 200 هزار افغانی ساخته شده. 7 میلیون افغانی؟ مگه از یه حدی افغانی میگذشت نمیشد لک؟ نمیدونم. خب هنوز این واحد پول افغانستان درست متوجه نشده. تا یه جایی میگن مثلا اینقدر افغانی میلیون هم الان استفاده کرد. یه جا میگذری میگن مثلا 7 لک. این لک چیه بگید بچه داخل کامنت ها، چون تو گوگل هم سرچ کنیم چیز خاصی نمیاره. نمیاره. همچنان یک پروژه دیگری که برای زیباسازی ترمینال ساخته شده است نمای از فواره آب است که توسط مسئولین آبشار زده وسط نما، مثلا نمای سنتی شاید اون موقع چون دیدی کوزه و این داستان مستانه بود. مسئولین میدان هوایی افتتاح کردید که با هزینه گوشه زدن آره ساخته شده است. این زینه برقی همین دیگه مالی شرکت هوایی کامیر ساخته شده است. ببینید مدلش و کوزه ماننده. رئیس میدان هوایی بین‌المللی کابل از این کار شرکت کامیر ابراز قدردانی نموده. الان این چیکار است؟ تاجران و سرمایه‌داران افغانستان می‌خواهد که در بازسازی کشور خود سهیم شوند. حاجی خیلی ببین نمیدونم چیکار می‌کردن واقعا. ساده‌تری و پیش پا افتاده‌ترین چیزی که شاید نمیدونم تو ایران تعطیل بود یا چون که مثلا من چون تو ایران ما هستیم برامون عادیه، شاید توقع نباید داشته باشیم نمیدونم. نه زمان جمهوریت فقط ببین اینقدر آدمای نالایق بوده، حالا کاری ندارم الانم هست یا نیستشو،
اون موقع اینقدر آدم ها نالایق بوده، هرچی پول میومده بودجه میومده یعنی همین یه موضوع مشخص میکنه دیگه. آقا یعنی چی یه پله برقه ساده واقعا نذاشته بودید شما برای یه دونه فرودگاهی که تو بین المللی گذاشته آره دیگه بین المللی تا کامیر شرکت څخه چه آقا دغه الکترونیکی زینا که تقریبا $100,000 مصاری پراغلی دی پخپل دیدی اینم گفت یه لک دلار رو نمیم چی یه لک میلیون دلار لک کجا بود لک گفت یه لک یه میلیون دلار لک اصلا نگفت نگاه الکترونیکی زینا که تقریبا $100,000 مصاری پراغلی یک و لک دلار یک و لک من نفهمیدم الان میلیون و لک با هم چسبید پراغلی دی پخپل شخصی لگشت دید میدان دو وطن مینی محبت لوجی دا کار دی میدان ته یو خدمت ادا کړی دی چیزای فهمیدم مردم و چیزای فهمیدم آره کلا واسه این داستاناست جاهد ترمینال عزیمت حاجی چاد عصبی نگاه میکنه برقی از پیشرفته‌ترین و با اعتبارترین کمپانی های جهان خریداری شده است و به خدمت هموطنان دیدی حاجی اون یه تیکر رو مثلا بچه اینا رو دارم میگم و دیدی الان نمیگم امنیتی چون تازه تأسیس شده یه جورایی دیگه الان دیگه امارات اسلامی تازه به تأسیس رسیده بعد خودش رو قشنگ ثابت کنه دیگه ولی دیدی جلو در مثلا با اسلحه و بیسیم وایساده بودم فرودگاه ایران هم همینه دیگه ولی جلو در نه دیگه خب پشمت بریزه تو آره وارد میشی از گیتا دو سه تا گیت تو ایران بگذرونی اونجاها مثلا معمولا آره دیگه جای حساسی که مثلا شاید یه میخوام مثلا تترو باشه یه داستان مثلا بمبی چیزی باشه اونجا مثلا چی باشه تروریستی باشه آها مثلا یه حرکتی بزنن اونجا اون جای نقطه های حساسی که تجمع زیاده ولی تو ورودی چون دیگه از ورودی اونور دیگه هیچ موقع نمیاد که دم در بخواد هر کاری هم بکنه بخواد انجام بده کاری انجام بده داخل فرودگاه انجام میده دیگه تا بیرون جای خوشی است که از پیشرفته ترین کمپانی تولید زینای برقی امی زینا تدارک یافته و در اینجا ما رو نصب شد که امروز خوشبختانه تو کراوات خفن خوشتی پایشون شکیر آره ولی شکیر این چیزایی که تو چیز هست مثلا تو چیزای سفارت مفارتایی که میفرستن میره اونجا صحبت کنه خیلی خوشگل سفیر دیگه آره دیگه سفیر که میره خیلی خوشگل و خیلی ترتمیزش خیلی سپردار شد الحمدلله ما اطمینان میتیم که رهبری هوانوردی همیشه متوجه موضوع بوده کنترل مارکت عدالت دسترسی به مارکت به شکل مساویانه و این در پلان کاری ماست همچنان شرکت های کنترل قیم این گپای است که سر مسافرین تاثیراتی داره بچه یه حالا مثلا یه مراسم رسمیه اصولش اینه که شما فارسی صحبت کنی یا پشتو آخه شاید مثلا کسی که یعنی پس اگه کسی فارسی صحبت میکنه عملا پشتو بلد نیست و کسی که پشتو صحبت میکنه عملا فارسی بلد نیست شاید بعضیشون توشون مثلا فارسی بلد باشن یا شاید بعضی حالا... متوجه بشن ولی حرف نتونن حرف... بزنن آره دیگه خیلی از تو گزارشات دیدیم بچه ها مثلا اون دختر خانومه هست که میره گزارش تهیه میکنه خودش فارسی حرف میزنه جوابش پشتو میده خیلی عجیب بود بعد اون طرف مقابل فارسی هم میفهمید آره دیگه من پشتو جواب میدم خیلی باحال ما ان شاء الله در بخش های تکنیکی همیشه از شرکت های هوایی خود حامی هستیم و حمایت میکنیم همتون میگم دو سال گذشته نادیه پاسپورت مد بالا میدان هوایی بین المللی کابل ایجاد گردیده سهولت های زیادی برای مسافرین فراهم شده است حالا که ما اینجاییم به نظرم قشنگ میشه که اگه ما یه سرچ بزنیم ببینیم پرواز ایران پرواز تهران کابل تهران کابل اصلا داریم آره بعد بچا با چیزم هست مثلا با آریانا خب بچه ها او فلوی دوبی داری بچه ها میره دوبی احتمالا بله 13 ساعت تو مسیریم یه دو تا کشور هم مرز بعد بریم دوبی از دوبی بیان کابل 17 میلیون 600 رفت آخه چون مسیر میخوره به چیز یعنی ما بریم دوبی بچه ها به چیز تر 18 میلیون داره بیشتر میشه همه هم دوبی یه بچه ها الان مثلا بزن اروپا رو بزن ببینیم چنده از کابل به اروپا ببین چقدر میزنه مثلا بزن آلمان از اینجا که نمیتونی ما بخریم ما فقط از ایران میتونیم میدونم بزنی نشون میده خب دیگه شما تهران کابل مثلا چیز کابل آلمان یا انگلیس یا یه دیگه کشور اصلا کشا. داره مگه آره 100% داره دیگه من میگم الان یهو میبینی اومد ارزون تر از اون فکر کنم بچه‌ها یه سایتی آوردم فکر کنم بچهای سایتای بچهای تو افغانستانه مثلا علی بابا ایران و اینا پروازی هست بله 2700 تا 2700 از کجا آوردی؟ نه دیگه 2373 یورو 2373 یورو بچه 2400 یورو
2000 تا اصلا 2000 تا خوبه. 2000 تا زب داره 65000 تا میگیم 60 تومن 26 تا 120 میلیون. 120 میلیون حالا برای ایرانیام همینه دیگه. نه ایران کمتره، ایران کمتره بابا، ما پرواز خودمون. البته برای بچه‌ها، برای مال ما از مثلا ایران ایر چیزی، پرواز خود کشور ایرانه، بخاطر این ارزان‌تر از ایران تا برزیل شما بخوای بری، میری دوحه، از دوحه میری دیگه نزدیک 19 ساعت هم دوره، 69 میلیون. خیلی خوبه. اون مره کره زمین مسافرین گردیده است. این اتوبوس رو انقدر دوست دارم من، خیلی کفه کفه. ام صفایی که ام دکار کلن و اینجوری هم میکنن او دخل بسر دیر خرابیه همکاری کول او لار خوبنه طول دیر خوبنه. اینا مردم انقدر دارن بور با خودشون میرن، مگه با قطار دارن میرن؟ اینا مگه محدودیت داره علاوه وزنی؟ بعضی موقع میبینی بچه‌ها مثلا نه دیگه، مثلا یهو میبینی یه دونه هواپیما شما اکونومی بکنم بیشتر از 5-6 کیلو 5-6 کیلو چیزم نمیشه، مشما میشه. خب مثلا شما دیگه 300 کیلو هم داریم. خب دیگه شاید همینه دیگه. آره دیگه شاید توش زیاد چیزی نذار باشه، ولی هواپیما هر چه سنگین‌تر پروازش هم سنگین‌تر نمیشه. ربطی نه. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید، لایک و سابسکرایب بکوبید. زنگولی سرعت بن یادتون نره. تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.